خبرگزاری صدای شهروند به نقل از یک منبع گزارش داده هفتاد مسافر هزاره و شیعه در تفتان استان سیستان و بلوچستان ایران در نزدیکی مرز پاکستان توسط قاچاق بران گروگان گرفته شده هن. این منبع با ارسال عکس و مشخصات یک قربانی به اسم حبیب الله ولد اسلم از شهرستان میرامور استان دایکندی افغانستان میگوید قاچاق بران چندی پیش حبیب الله را هنگامی که قصد رفتن از طریق راه غیرقانونی کویت کویته پاکستان به کشور ایران را داشته به همراه هفتاد نفر دیگر در شهر تفتان گروگان گرفته شدند و برای رهایی هر نفر دویس میلیون تومان پول ایرانی از خانواده های آنها درخواست نمودند. اما زمانی که پول به دست قاچاق بران نمی رسد حبیب الله را به قتل می رسنن. به گفته دوتن از اعضای خانواده او نیز در نزد قاچاقبران گروگان بودند که با پرداخت 400 میلیون تومان یکی از آنها را در استان نیمروز از قاچاقبران تحویل گرفتند ولی نفر دومی را هنوز تحویل ندادند او تصریح میکند بر اساس گفته مسافران آزاد شده گروگانها بیشتر از تعداد یاد شده بودند او میافزاید مهاجران اکثرا هزاره و از شیعیان هستند و به خاطر ترس از طالبان و نبود کار به ایران فرار می کنند اما در مسیر راه اسیر قاچاقچیان انسان می شوند و با آنها برخورد غیر انسانی می شود